سال 93 سالی بود که خب بعد از اینکه تقریبا دیگه پلتفرمی نمونده بود که شادو بلید روش پورت کنیم، به یه پلتفرم فکر کردیم که اونم PCه و گفتیم خب حالا که ارتباط هست روی با استیم، ارتباط خوبی داریم و تجربه خوبی داریم با بازی PC و همه حس میکنن که شادو بلید خوبه که یه بازی سبک حالا PC هم باشه، بیایم بر روی نسخه PC شادو بلید کار کنیم، که اول قرار بود تقریبا همون شادو بلید باشه ولی یه مقداری حالا مولتی پلیئر بشه اضافه بشه و یه مقداری لول‌های شاید بی‌نهایت بشه اضافه بشه و ببریم روی استیم ارلی اکسس بازخورد بگیریم ببینیم اگر جواب میده پروژه رو ادامه بدیم. یادتون نره سابسکرایب کنید. ولی خب رفته رفته طبق معمول خواسته های ما بیشتر شد، نیازا امکانات بیشتری به پروژه اضافه کردیم، یه خط داستانی جدی بهش اضافه کردیم، کلی مراحل بهش اضافه کردیم، گرافیک بازی عوض شد و تبدیل شد به شادو بلید ریلود، که شادو بلید ریلود خودش شد یه بازی مستقل، یه بازی که اول روی ارلی اکسس استیم منتشر شد بعدش هم به صورت کامل روی استیم. تا سال 93 سالی بود که ما یه فعالیت جنبی دیگر رو شروع کردیم، اونم همکاری با یه تیمی بود داخل شرکت از دوستای شروین رحیمی‌راد، از دوستای هم دانشگاهیش، با این ایده که خب یه پروژه کوچیکی رو شروع کنن و تست کنن ببینن چجوری میشه فعالیت کنن، ادامه بدن. پروژه قبلی که ساخته بودن بلادی استریتس بود که نسبتاً تجربه خوبی بود، خیلی اتفاق مثبت اقتصادی برای پروژه نیفتاده بود، ولی خب این دفعه آماده بودن که یه کار جدیدی رو انجام بدن. تو شرکت ما مستقر شدن، با هم دیگه همکاری رو شروع کردیم. اون پروژه ایده های مختلفی بود تا اینکه نهایتا تبدیل شد به ایده بازی Children of Morta و از یه جایی گفتیم خب حالا کیک استارتر رو تست کنیم. صحبت کیک استارتر زیاد بود، گفتیم ببینیم که خب چه اتفاقی میفته، بریم کیک استارتر ببینیم چه اتفاقی میفته. و پروژه خب صفحه کیک استارترش ساخته شد، یه مقداری ارتباط با رسانه های بازی سازی رو شروع کردیم، خیلی خیلی فیدبک های خوبی قبل از اینکه کیک استارتر شروع بشه گرفتیم و کیک استارترش هم طبیعتاً تجربه خیلی خوبی بود و خب خیلی موفق بود. پروژه روی کیک استارتر بعد از 30 روز کامل فاند شد، نزدیک 2 برابر فاند شد و بازخوردهای خیلی خوبی گرفت. خیلی‌ها از ایده بازی خوششون اومد، خیلی‌ها از لوک اند فیل و آرت بازی، پیکسل آرت بازی خوششون اومد و Children of Morta دوباره شبیه اتفاقی که برای شادو بلید افتاد و از یک کار کوچیک شروع شد و یواش یواش جدی‌تر و جدی‌تر شد، Children of Morta هم روز به روز جدی‌تر و جدی‌تر شد. نفرات جدیدی به تیمش اضافه شدن. خب رضا هوشنگی کسیه که از روز اول تو تیم بود، برنامه نویس ارشد بازیه. رضا هم تو دوره ها مدرس خواهد بود، دیدای فنیشو میاره در مورد یونیتی، تک درسایی که در مورد یونیتی تو دوره ها خواهد بود رضا تدریس میکنه اینا رو. کار فنی جدی و اصلی پروژه الان با رضا هوشنگیه و نریمان قاسمی هم نفر دیگه بود که توی پروژه مورتا به تیم اضافه شد به عنوان کسی که گیم دیزاینر هست و پیشینه کارهای سینمایی داره. حالا باز یک دیده دیگه، ما کسی گیم دیزاینری که پیشینه کار فنی داره اضافه کرده بودیم، گیم دیزاینری که پیشینه کارهای نظری و فلسفی داره اضافه کرده بودیم و نریمان حالا یه رنگ جدیدی رو آورد به تیم گیم دیزاینری که تو پروژه داشتن. کسی که ادیت سینما میدونه، کسی که صحنه‌های سینمایی رو میشناسه، کسی که تجربه کارهای ویدیویی داره. و خب اینم یه نگاه جدید بود. تمام تریلرایی که ساخته شد برای مورتا و فیدبک های خیلی خوبی بود کار خود نریمان قاسمی بود توی پروژه و به عنوان کسی که خودش تو تیمه و خودش هم میدونه چجوری این پیام رو باید بیرون برسونیم، فکر میکنم که اتفاق خیلی 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 مهمی بود برای پروژه. خب شادو بلید هم کماکان اتفاقای خوب براش میافتاد. اپ استور دسته‌بندی‌های مختلفی داره، مثلا بهترین بازی‌های پلتفرمر شادو بلید تو اینا بود و هر دفعه که شادو بلید توی این دسته ها قرار میگرفت خب دوباره دانلود میشد، دوباره فروخته میشد، دوباره نظر در موردش میومد. رأی نمره متاسکور شادو بلید 81 که نمره خیلی خوبی بود و این خب اینم خیلی کمک میکرد، یعنی حتی به کارهای بعدیمون مثل کیک استارتر یا کارهای بعدی مثل گرفتن مجوز ساخت بازی برای پلی استیشن یا ساخت بازی برای ایکس باکس وان، این اتفاقای قبلی خیلی خیلی کمک می‌کردن، خیلی چیزای مهمی بود. یه پروژه دیگه اون بغل مقلا شروع شد که نهایتاً این بازی اپیک آف کینگز بود. اینم پروژه‌ای بود که انیماتور ما پیمان مسعودی با
با یکی از دوستای خیلی خوبمون پویا دادگر که توی آمریکا هست با هم دیگه شروع کردن با انجین آنریل، چیزی که ما تا حالا انجام نداده بودیم. خودشون حالا با کمک یه سری بچهای دیگه کم و یه سری از asset هایی که برای پروژه گرشاسپ 2 ساخته شده بود، مثلا این مدل مدلیه که قرار بود تو بازی گرشاسپ 2 باشه، گرشاسپ 2 که متوقف شده بود و اینجا احیا شد برای بازی اپیک آف کینگز. بازی اپیک آف کینگز یه نسخه موبایلی جهان گرشاسپ در واقع، یه ورژن کژوال شده بازی گرشاسپ برای موبایل. پروژه شروع شد اون سایت. سال بعد سال 94 شادو بلید ریلود خب کامل منتشر شد، نسخه پی سیش. اپیک آف کینگز منتشر شد، اول برای آی او اس بعد نسخه اندرویدش. کمیک شادو بلید ریلود کار شد، یعنی از روزی که ارلی اکسس بود تا روزی که لانچ نهایی بشه یکی از تصمیم‌های این بود که یه خط داستانی جدی داشته باشه و یه کمیک جدی که هم به عنوان یه کمیک مستقل باشه هم داخل بازی به عنوان روایت کننده داستان باشه. خود حمید سعیدی با کامیار نصیری‌فر به عنوان آرتیست دو نفری یه کمیک حدود 60 صفحه کمیک استریپ برای بازی درآوردن که هم داخل بازیه هم تو نسخه دلوکس روی استیم قابل خریده کنار بازی. اینم تجربه جدیدی بود برای ما و تجربه جالبی. پس سال 95 شادو بلید ریلود بعد از اینکه این دفعه از پی سی اومد، در واقع شادو بلید از آی او اس شروع شد، رفت رو پلتفرم‌های دیگه، رفت رو پی سی، رو پی سی تغییر کرد، اسمش شد ریلود و از پی سی رفت پلی استیشن 4. برای اولین بار ما تونستیم بالاخره بازی برای پلی استیشن بسازیم، مجوزاشو گرفتیم و دف کیتا رو گرفتیم و بالاخره موفق شدیم اون پروسه‌های سخت بازی‌های کنسول رو طی کنیم. نسخه PS4 اش کار شد و دوباره برگشت روی iOS، یعنی دوباره ریلود هم روی نسخه iOS اش بعد از این پلتفرم کار کردیم. انتشار ریلود هم روی اپ استور دوباره اتفاق خوبی بود، دوباره بازی فیچر شد توی اکثر استورا. PS4 تجربه جدیدی برامون بود. یه دونه شرکت ناشر ما تأسیس کردیم به اسم دیجیتال دراگون، یه شرکت کانادایی برای نشر بازی که با یه تعدادی تیمایی که بازی سازی میکنن همکاری کنیم، سعی کنیم بخشی از تجربه تولیدی که داریم به اونا منتقل بشه، سعی کنیم یه ذره دامنه فعالیت ها رو بزرگتر کنیم. و یه پروژه دیگه ای دوباره سایت تو پروژه تعریف شد که اسمش هست تیل آف رونین. پرسیدیم به 96 و خب نسخه شادو بلید اول و دوم توی ایران هم منتشر شدن، فارسی شدن، یه مقداری سانسور شدن. بزرگترین اتفاقی که برای پروژه مورتا افتاد توی همین سالی که هستیم، قرارداد همکاری با شرکت 11 بیت استودیوز که یکی از دیولپرهای خیلی موفقن که ناشر بازی‌های ایندی هم هستن، شرکت لهستانی سازنده‌های بازی دیس وار آف ماین که قراره توی پروموشن شادو بلید تو مارکتینگ و تو پابلیش چیلدرن آف مورتا باهاشون همکاری داشته باشیم. خیلی خیلی اتفاق جدی بود و تاریخ قراره که نزدیکای اواخر امسال یا اوایل سال دیگه باشه. اینم تقریبا میشه یه ددلاینی که حدودا بیشتر از 3 سال خواهد شد پروژه چیلدرن آف مورتا فعالیتش. سرویس هیولا تقریبا آماده لانچ تستی این. خب مشکل پخش بازی فیزیکی، بازی‌های پی سی تو ایران جدیه، بعضی از شما شاید آشنا باشین. تقریبا الان شما نمیتونین یه بازی خوب پی سی بسازید و انتظار داشته باشین تو ایران به دست مشتری برسه. تقریبا راهی وجود نداره. خب چاره چیه؟ چاره طبیعتاً درگاه‌های دیجیتاله، مثل کاری که کافه بازار برای موبایل انجام میده. و این ایده رو ما خیلی وقت بود داشتیم، با هر جایی میرسیدیم صحبت میکردیم، گفتیم این اتفاق باید بیفته، یکی این کارو بکنه، بنیاد این کارو بکنه، معاونت علمی این کارو بکنه، یه نفر بالاخره این کارو بکنه، تا اینکه اتفاق نیفتاد. از یه جایی تصمیم گرفتیم که خودمون این کارو انجام بدیم، با توجه به اینکه از نظر فنی هم یه سری چالش‌های جدی داره. شما وقتی یک کلاینت بخواید درست کنی شبیه کلاینت استیم، یه برنامه‌ای که از نظر فنی چالش‌های جدی داره و افرادی داشتیم مثل یاسر جیان یا حجت جعفری که علاقمند باشن این کار رو بکنن و برن سراغ این چالش ها. حالا تقریبا برای لانچ تستیش آماده هست و ایدهش اینه که یه بستری باشه برای عرضه بازی‌های پی سی برای ایران.
به صورت دیجیتال. و مجددن یه تیم تحقیق و توسعه کوچیک دیگه هم داریم که کلن با رهبری خود حسین حسینیانه رو ایده های جدیدتر، رو کارهای خلاقتر، رو حوزه های جدید و کشف کردن که خیلی به گیم پلی و خیلی به حس ربط داره و طبیعتاً بعد هنر و فنی هم میاد، دارن کار میکنن و امیدواریم که این هسته ها، یعنی یکی از حالا نتیجه های خوبی که تو این سال ما داشتیم اینه که همیشه اون دلو به دریا زدنه توی اسکیل کوچیک‌تر همیشه جواب داده و همیشه باعث شده که یه حوزه جدیدی باشه. شاید اگه ما شادو بلید رو به عنوان یه پروژه کوچیک شروع نمی‌کردیم تو اون سال 90-91، شاید امروز شرکتمون نبود. شاید اگه می‌خواستیم با همون حرکت گرشاسب دوی که نشد حالا یه جوری گرشاسب دو رو ادامه بدیم، شاید واقعا امروز ما نبودیم. اگر چیلدرن آف مورتا به عنوان یه پروژه تستی و کوچیک که امروز اصل کار شرکت ماست، همه شرکت ما تقریبا امروز روی چیلدرن آف مورتا هستن، اگه این کارو نمی‌کردیم شاید امروز ما نبودیم. ما همیشه احساس می‌کنیم که این تستای کوچیک، این پریدن تو جاهای تاریکی که خیلی مطمئن نیستیم چی میشه، انگار جواب داده توی این 10 سالی که بودیم. باید دید که 10 سال دیگه هم هستیم یا نه. و امروز چجوریه؟ حالا چیلدرن آف مورتا که امروز پروژه اصلی شرکت ما هست، چه ساختاری داره؟ چه اتفاقایی میفتن؟ مورتا از یه تیم 5 نفره شروع شد، امروز حدود 11-12 نفر، یه سری آدم دیگه هم دور و برش به هر حال با عنوان ساپورت هستن، کمک میکنن. برنامه نویسش رضا هوشنگی که برنامه نویس اول پروژه بود همچنان به عنوان برنامه نویس ارشد پروژه هست. کارهای فنی، کارهای زیرساختی پروژه همش با رضا هوشنگیه. پروژه 2 تا آرتیست داره، باز کسایی که از روز اول بودن، سهیل زرقامی و آروین گروسی، کسایی که پیکسل آرت کار میکنن، چه بخوان محیط کار کنن، چه کاراکتر و چه انیمیشن کاراکترها، چه پارتیکل این کاراکترها. و خب خیلی هم کار عالی کردن، یعنی تا حالا فیدبک های ویژوال خب بازی مورتا خب خیلی خیلی خوب بوده. 2 نفر طراح داره، تیم گیم دیزاین مورتا 4 نفرن. کسایی که دائم روی پروژه هستن. که 2 تا از اینا جاوید نجیب زاده و آریان بینا طراحای بازی هستن که برنامه‌نویس گیم پلی هم هستن. اون طراحایی هستن که عقبه تکنیکال هم دارن. اون ذهن سیستمی هم دارن. هم برنامه نویسی انجام میدن، هم گیم دیزاین، تصمیم گیم دیزاین میگیرن. یه نفر طراح و نویسنده داریم، حمید سعیدی، که بک‌گراند نظری و فلسفی و هنری داره، هم توی گیم دیزاین تعامل میکنه، هم روی روایت. من اینکه اصلا چیلدرن آف مورتا در مورد چه حسیه، برای چی بگه، اصلا در مورد چی باید حرف بزنه، این خانواده چه مفهومی داره، آیا باید خیلی خوشحال باشن، آیا باید ناراحت باشن، چه اتفاقایی باید براشون بیفته و انتظار داریم گیمر چه شخصیتی از اینا بگیره. اینا همش مسائلیه که خیلی ربطی به گیم پلی نداره ولی وصل میشه به گیم پلی. یه طراح و کسی که روی سینماتیکا کار میکنه، نریمان قاسمی، کسی که گیم دیزاینر هست و اون دید سینماییشو میاره برای تمام اتفاقای روایی و حرکت و حرکت دوربین و کاتسینا. و چون بازی مورتا هم خب از این چیزا زیاد داره، یه روگلایکیه که داستان داره. یکی از نکته‌هاش اینه که روگلایک با داستان، کمتر روگلایکی با داستان بوده. بنابراین اینی که حالا داستان چجوری قراره بیاد بشینه تو اون قالب روگلایک، بزرگترین چالش این پروژه بوده، چیزی که نیازمند ادغام همه این دیدا با هم بوده. یعنی یه دیده مکانیکی و پیاده سازی گیم پلی فقط لازم نبوده، دیدای هنری، دیدای سینمایی، همه اینا باید با هم دیگه کار کنن. این 4 نفر با هم دیگه کار میکنن، این 4 نفر با هم دیگه تصمیم میگیرن، این 4 نفر با هم دیگه دعوا میکنن، این 4 نفر با هم دیگه دوستن و باعث میشن که تصمیمای دیزاین مورتا یه تعادلی از اینا داشته باشه و بره جلو. یا فکر میکنیم اینم خیلی خیلی مهمه و چیزی که تو ورکشاپ های باز امروز فردا هم صحبت میشه ایناست، جزئیات در مورد این مسائله. چه چیزایی از سینما به گیم دیزاین ربط داره، چه چیزایی از برنامه نویسی به گیم دیزاین ربط داره، اصلا گیم دیزاین چالشش چیاست، اگر که گیمر خسته میشه بعد از یه ساعت چرا ممکنه خسته بشه، چی کار میشد کرد. یه نفر محمد دلخواهه که برنامه نویس گیم پلی، صرفا برنامه نویس، در واقع دومین نفریه که رو پروژه نقشه فقط برنامه نویسی داره، ولی خب حوزه‌اش یه ذره متفاوته. کسی هست که الان روی نسخه‌های کنسولش کار می‌کنه، چون مورتا قراره که همزمان روی پلی‌استیشن 4 و ایکس باکس وان هم منتشر بشه. بنابراین باید مطمئن باشیم که از همین الان روی اون 2 تا پلتفرم هم قابل اجرا هست. علاوه بر اینکه روی
ویندوز، لینوکس و مک هم باید قابل اجرا باشه. خب اینم خودش چالش جدیه که این برنامه نویس داره، خیلی یه نفر مسئول این قضیه هست که حواسش باشه. طراح صدا یه نفر الان کار میکنه، نیما قاسمی که خب میدونی ساوند دیزاینه، ساوند دیزاین هم خیلی خیلی جدیه، تو مورتا هم بالاخره یه نقش جدی داره. طراح موسیقی که خود حمید انصاریه که از اول پروژه باز حمید رو پروژه بوده، هم اوایل ساوند دیزاین انجام میداد و موسیقی، الان تمرکزش عمدتاً روی موسیقیایی که تو بازی هست. یه نفر کمک نویسنده داریم، یه آمریکایی به اسم جیکبسن بک، کسیه که با حمید تعامل نزدیک داره و با هم دیگه در نهایت کمک میکنن که اون نراتیو در بیاد. به هر حال بازیه که قرار خارج از ایران منتشر بشه، به هر حال کسی که انگلیسی زبان مادریش هست باید آخرین متن رو ویرایش کنه و بنویسه. تعامل حمید با جیک سر در آوردن المان‌های عناصر داستانی و تمام متنایی که تو بازی هست، و یک نفر هم صدا پیشه، وایس اکتور بازی یه راوی داره، اینم طبیعتاً یه صدا پیشه آمریکاییه که همه هر صدایی تا حالا شنیدین روی تریلرها بوده یا تو بازی هست کارمونه. اینا نفرهای اصلی هستن، طبیعتاً کنار اینا افراد دیگه‌ای هستن که کمک میکنن، کسایی مثل یاسر ژیان، حسین حسینیان، حجت جعفری و کسایی دیگه که توی بحثای مدیریت پروژه یا تو مارکتینگ یا تو پی آر کمک میکنن، و از اون برم شرکت 11 بیت که تمام بدنه پابلیششون قراره که یه سری فعالیتایی که مرتبط با مارکتینگ و پی آر و کنترل کیفیت هست و کمک کنه. اینم یه کلیاتیه. حالا در مورد جزئیات اینا، این اتفاقا، کارهایی که الان داره میشه، دوره‌ای که قراره باشه، انتظارهایی که هست، میتونیم با همدیگه الان یه پرسش و پاسخی داشته باشیم. بچه ها اینجا هستن: جاوید نجیب‌زاده، حسین حسینیان، نریمان قاسمی، حمیدرضا سعیدی. بچه‌ها که از تیم قرار هم مدرس باشن، هم تو پروژه هستن، الان هم درگیر این پروژه هستن چند ساله. اخبارتون هست؟ شما هم میتونین بشینین. این سیلابس دوره ها رو هم اینجاست. شادو بلید کلن روی پلتفرم iOS، اتفاقای خوب براش رو iOS افتاده خیلی. بعدش پلیستیشن 4، بعد PC. کلن اون پلتفرم های اندرویدی که هیچ، کلن میتونین ندیده بگیرین. کلن گوگل پلی هم برای یه بازی که پید باشه، بازی که پولیه، گوگل پلی هم خیلی بستر خوبی نیست. حتی گوگل پلی کلن هم یه ذره بستر عجیبیه، ولی اپ استور برای بازی که بازی مدل پیده، بازی که باید یه پولی بود، و بازی هایی که نسبتاً خواستن، اپ استور اگه میخواین کار موبایل بکنین، اپ استور بهترین بازاره، چون اپل خیلی میاد پشت بازی های خاص، بازی هایی که احساس میکنن خوبه رو خیلی پروموت میکنن، خیلی فیچر میکنن، بارها دوباره میارنش، و اینا خیلی مهمه، اپ استوره. پلی استیشن هم کلن چون یه بستریه که خب خیلی ورود بهش سخته، و وقتی هم اونجا میرین بالاخره یوزرهای خاص خودشو داره، کنسول ها هم پلتفرمای خوبی هست. پی سی بستگی به بازی داره و بستگی به اتفاقایی که براش میفته. برای شادو بلید روی پی سی خیلی اتفاقای خوبی نیافتاد، فیچر نشد توی استیم، خیلی هم شاید کلن به عنوان پروژه خوبی مطرح نشد، به خاطر اینکه پلتفرمر روی پی سی نسبتاً باید یه حرفی برای گفتن داشته باشه. شادو بلید یه ذره وسط بود برای پی سی، برای موبایل به عنوان یه پلتفرم خوب بود، ولی برای پی سی خیلی خوب بود، یعنی نمره هاش هم خوبه، کسایی هم که بازی میکردن گفتن بازی خوبیه، فانیه، ولی اینترستینگ نیست. امروز اگه میخواین تو بازی سازی مستقل سرتون رو از جماعت بتونین بیارین بالا دیده بشید، فقط فان بودن کافی نیست، با یه چیز دیگه هم داشته باشه، یه چیزی باید باشه که سایت‌های بازی‌سازی بنویسن در مورد اون، و یه چیزی هم باید باشه که کسایی که بازی می‌کنن به دوستاشون بگن. شما هم احتمالاً بازی همینجوری می‌گیرین، مثلا دوستتون میگه ببین یه همچین یه بازی اومده که این، که چی، یه چیزی باید باشه دیگه، یه خطه که این، بعد همون اون باعث میشه شما هم بری بخری یا دانلود غیرقانونی بکنی یا هر چی. ولی این چیزه خلاصه باید باشه. شادو بلید برای پی سی خیلی اونو نداشت، کافی نبود، ولی برای موبایل داشت، چون تو موبایل خیلی بازی های شبیهش نبود و اپل هم پشتش وایساد، بنابراین بهترین پلتفرم براش iOS بود.
پلی استیشنش هم بد نبود، پی سی اش هم خیلی جالب نبود. شما شادو بلید رو ادا کردیم به PS4، هدفتون دقیقا چی بود؟ چون که بازار پلی استیشن اصلا بازی رو صفحه دو بودی اصلا کاری نداشتن، مردم که میرفتن بازی ها رو از پلی استیشن خرید میکنن دنبال یه بازی بودن که جذب بکنن. به نظر من بازی شادو بلید توی کنسول ایکس باکس وان و پلی استیشن 4 به موفقیتی که توی گوگل پلی رسید اصلا نرسید. یعنی خودم اون پروس ثبت نام توی پلی استیشن استور دیدم، خوش خیلی سخت بود، اصلا از ایران هیچ که نمیتونه وارد بشه. حالا خود شما با واسطه‌ای که داشتیم تونستیم وارد شیم، اما یه ذره باید با بازاری که وارد شدیم رو بررسی میکنیم، چون که به نظر من شادو بلید بازیه که نمونه هایش، یعنی خود یه طراحی متفاوت داره این بازی، خودم بازی رو دیدم، اما نمونه این بازی تو شکلهای متفاوت زیاد ساخته شده. ببین تو این که باید خاص باشه، یعنی این بخش صحبت درسته که باید اگر میخوای توی پی سی و پلی استیشن کنسول اگه میخوای بازی جدی باشه، باید اگر بازی مستقلی است که کانتنت زیاد نداره، بازی تریپل ای نیست و بازی مارکتینگ گنده نداری، باید یه حرفی برای گفتن داشته باشی که نسبتاً حرف خاصیه. خب شاول نایت رو میشناسی؟ شاول نایت یه بازی پلتفرمره که خب خیلی موفق بود. شاول نایت خیلی چیزی نداره، ولی خب یه ذره فقط ایده های دو سه تا ایده داره که بعضی وقتا اینا در حد دو سه جمله سا به همین سادگی که باعث میشه یه چیزی موفق باشه یا نه. شاید از نظر فنی بخوای لول دیزاینش رو مقایسه کنی با شادو بلید، شادو بلید خیلی چیزاش بهتر باشه، ولی یه چیزی رو اون داره که شادو بلید نداره. اون قسمت صحبتتون که کاملا غلطه که بازیای رو کنسول هست که حالا شاید منظورت بازیای بزرگ باید باشه و تریپل ای، چون رو کنسول هم بازیای ایندی موفق بسیار زیادن، بازیایی که اتفاقا از نظر پروداکشنی سادن، مثل شاول نایت، مثل خیلی از بازیای دیگه. بایندینگ اف آیزاک الان یکی از بازیای سویچه نینتندو سویچ. بایندینگ اف آیزاک یه بازی دو بعدی خیلی ساده است، یه نفر ساخته عمدتاً با کمک یکی دیگه. بنابراین بحث اینی که دو بعدیه یا نیست، چون الان خود سونی هم پشت ایندیا میاد، الان هر ماه باز توی اگر عضو پلی استیشن پلاس باشید هم یه بازی تریپل ای میگیرین هم یه بازی ایندی خیلی خوب میگیرین، و اگه یه بازی ایندی جزء پلی استیشن پلاس انتخاب بشه، عددی که سونی بهش میده 300 تا 500 هزار دلاره برای اینکه فقط یه ماه مجانی جزء پلی استیشن پلاس باشه. بنابراین پلتفرم های کنسول و پی سی هم پلتفرم های بازی های ساده تر، حتی بازی هایی که با فلش ساخته شدن هستن، بستگی به بازی داره. بازی ولی باید یه چیزی داشته باش، یعنی یه چیز فراتر از فقط یه بازی فان بودن یا یه بازی استاندارد بودن کلا باید داشته باشه. تو موبایل هم این هست تا حد زیادی اگه به عنوان یه بازی خوب میخواین قرار بگیرید. اینجا من اگه اجازه بدید من یه اصلاح کنم، شما اصلا بازیتون برای موبایل بود و منظورم اینه که توی پلی استیشن 4 بازی که ابتدا برای موبایل شدن به اندازه بازیه که برای درست. این صحبت درسته. اینم آره، اینم یه صحبت درسته. یکی از دلایلی که شادو بلید ریلود تو پی سی خیلی بهش توجه نکردن و بعضی از رسانه ها هم حتی نوشته بودن اینه که با اینکه تغییر زیادی کرد بازی و مثلا بازی تو موبایل این بود و تو پی سی شده بودین، ولی هنوز به عنوان یه بازی که از موبایل اومده میشناختنش. هنوز اگه کسی سرچ می‌کرد شادو بلید اپ استور می اومد و تمام ریویو های بازی موبایلی، و این خوب نیست به خاطر اینکه این کامیونیتی ها فرق داره، این گیمرها فرق دارن، اون منتقدا فرق دارن، و خیلی وقت اصلا خوششون نمیاد از بازی های موبایل، به خصوص بازی موبایلی که بخواد حالا بیاد رو پی سی یا رو کنسول. بنابراین اینم صحبت درستی داره. اگه مثلا تصمیم دارید همیشه برعکسش خوبه، شما از کنسول و پی سی شروع کنین حالا رو موبایل هم برین، ولی از این وری معمولا اینا دو تا جهان کاملا متفاوت، دو تا نگاه متفاوت و دو تا مخاطب های متفاوت. جاوید شما میخوای جواب بدی؟ یه تنوع هم بشه. پورت کردن میگن که چی لازمه برای اینکه بتونی رو پلتفرم مختلف پورت کنی؟ نظر فنی. خب اینجینه ما که خب یونیتی بود خودش کلی از این امکانات رو میداد دیگه،
ولی خب خیلی تفاوت داره دیگه. یعنی یه نقشی که مثلا همین توی پروژه هم الان داره محمد انجام میده، اونجا توی اون پروژه در حجت انجام میداد، خیلی نیازهای مختلفی دارن این بستر در زمان مختلفی. بالاخره روی سری چیزا مثلا ویدیو ها مثلا برای توی شلواله ویدیو پلی میکردیم برای کاتسین ها بود، بعد اون بزرگترین قسمت بود که ما مشکل داشتیم اون پی سی یه پلی رو سرش در پایین پلیستشن یه مدل باید پلی میشد روی دیگه اون همه دیوایس های مختلفی که بود هر کدومش یه مدل پلی میشد. نمیدونم آخرم چی کجا چیکار کردم جادو زد. آره به هر حال حتی اگه موتور بازی سازی هم امکان بده، بالاخره شما یه سری چیزا احتمالاً استفاده کردین که پروژه که یه سری پلاگین های چیزایی آوردین که رو دست تو پلتفرم های مختلف مختلف باید هندل بشه یه جوری منیج بشه. تا واقعا پر پلتفرم دیگه میشه. این کار سختیه نهایتا خب، و چون که همه دوست دارن تو تولید باشن و یه کاری کنن که میاد تو بازی میبینن و همه هیجان زده میشن او ببین چه فیچری اد کردم، ببین اینجا چه جوری میپره، این کاراکتر اومد تو اونا، اینا برای برنامه‌نویس جذابه. ولی برنامه‌نویسی که یه بازی که هست انجام شده، حالا تیم در ضمن رفته رو پروژه بعدی، خب حالا باید همونا رو یه کاری کنی که روی این پلتفرم ران شه و این پلتفرم هم حالا قلقای خودش رو داره و یهو می‌بینی 6 تا چیز کار نمی‌کنه و اینا، یه روحیه جدی می‌خواد، یه اراده قوی تو اون آدم می‌خواد که خب حجت جعفری تو شرکت ما کسیه که اراده سنگ داره و هیچ می‌تونه مثل کوه وایسه و یه کاری بکنه و معجزه کرده. واقعا توی پلی استیشن 4 حجت جعفری معجزه کرده، بخاطر اینکه دف کیت ما تو آمریکا بوده و از ایران وصل می‌شده ریموت به کامپیوتر همکار ما تو آمریکا، از اون وصل می‌شده به دفکیت کار می‌کرده، اونم با وضعیت اینترنت ایران آپلود کن برو ریموت دسکتاپ بزن و اینا، خیلی خیلی کار سختی. یعنی نه تنها اون بحثای فنی است، بلکه بحثای اینجوری هم بوده. این پورت کردن خیلی وقتا شرکت‌های بازی‌سازی میدن یه شرکت دیگه پورت کنه، شرکت‌هایی هستن که پول می‌گیرن میگن بازی تو بده ما برات نسخه گوگل پلی‌اشو درمیاریم. این اونجاییه که دیگه بازیسازی دیگه فقط دوره هم جمع شیم حالا بازی رو بسازیم ایول نیست، اونجا نظم میخواد، اونجا کانفیگوریشن منیجمنت که یه صحبتی هست خیلی بحث جدیه. اونجا باید بدونی خب الان این یونیتی نسخه جدید اومد، حالا با اون کار نمیکنه، حالا الان مثلا اخیراً ما فهمیدیم که شادو بلید روی چی بود، اندروید جدید بود یا روی موبایل های سامسونگ، رو اندروید 7 یه دیگه اجرا نمیشه، بازی که دیگه یه مدتی ما کاری بهش نداریم رو اندروید 7 که مردم همه حالا دارن اندروید 7 اجرا نمیشه، حالا شما دوباره باید بری کدو پیدا کنی اون نسخه اندرویدش، چون ببین هزار تا هم نسخه هست دیگه، نسخه اندرویدش رو پیدا کنی رو اون کار کنی، مشکلش رو بگیری، اون رو آپدیت کنی، و این مدیریت اینا خیلی کار جدیه. ما جدیداً برای اینکه خودمون هم این چالش جدی رو داشتیم، برای اینکه رو هیولا، خب یکی از بازیایی که رو هیولا داریم می‌ذاریم گرشاست، به گرشاست به خودمون بازی خودمون رو بزنیم. بعد اونمال یه نسخه از گرشاست بودیم که نه قفل ایرانو داشته باشه، چون تو ایران با قفل بود، قفل اس ام اس اول بود، بعدش هم با قفل سی دی بود. نسخه استیمش هم که خب با ابزار استیمه، چیزای استیکه استیمه، نسخه‌ای هم که به پابلشر اروپایی داده بودیم باز یه چیزای دیگه داشت. اونمال یه نسخه خام از گرشاس بودیم که بتونیم بیایم بذاریم رو هیولا با قفل هیولا یک بارشش کنیم و اینو نداشتیم، و یعنی همیشه این تو ذهنمون بود که ما باید یه جوری بتونیم برگردیم، ولی اون نسخه ها رو نداشتیم. و بعد پیشنهاد بعضی از بچه‌ها بود که خب نسخه کرک گرشاس رو بگیریم بذاریم، گفتیم دیگه خیلی دیگه زایاست دیگه، خودمون کرک گرشاس رو بذاریم به عنوان نسخه خام. اگه نهایتا مجبور شدیم بریم کدا رو بیاریم، ولی خب خوب بود که کدا رو داشتیم، ریپوزیتوریای قدیمی رو داشتیم و دوباره محیط اون روز رو شبیه سازی کنیم، ویژوال استودیو 2008 و ویندوز XP و SP1 و این چیزها رو نصب کنیم و دوباره بیلد کنیم و دوباره یه نسخه خام از گرشاس بگیریم. واسه این چیزا پیش میاد دیگه، اینا اون جاهاییه که تیم باید این چیزها رو هم در نظر داشته باشه، بخصوص اگه میخواین چندین سال کار جدی بکنیم. شرکت ما به صورت خاص در مورد شرکت ما سوال میکنی؟ آره. ببین شرکت ما از بعد از لانچ گرشاس به یه وضعیتی رسید که با فروش بازی‌ها کارو ادامه دادیم. خب
به عبارتی سود داشته، ولی خب سخته بگیم، چون که یه ذره پیچیده میشه. حساب کتابا خیلی دقیق نیست. شما وقتی که پروژه طولانی میشه، خیلیا کار میکنن، خیلیا با حقوق کمتر کار میکنن، بالاخره جو دیگه، باید این کارا رو انجام بدین. و حالا اینا با حقوق کمتر کار کردن، آیا تو اون حساب کتاب سود باید حساب بکنی یا باید حقوق قطعی رو حساب کنی؟ ایناش یه ذره سخته بگی، ولی خب حداقل برای ما اینجوری بوده که همیشه با فروش بازی تونستیم ادامه بدیم. درستیم، بریم سراغ بعدی. پروژه هایی هم بودن که خود اون یه پروژه اگه حساب کنیم درآمدش کمتر از هزینه‌اش شده، خب، ولی در مجموع مثبت بوده، چون در مجموع ما تونستیم ادامه بدیم. اینو میشه گفت. این سخته، سخته بگیم پولش رو داشتیم یا نداشتیم، چون بس تصمیمه. مثلا اون موقع ما تصمیممون این بود که یه کار دیگه بکنیم. خب برنامه‌ریزی، اگه یه پولی هست اون پولو فرض کن برنامه‌ریزی کردی که یه کار دیگه بکنی. خب برنامه‌ریزی نکردی که مثلا چیلدرن آف مورتا رو باهاش 3 سال دیولپ کنی. بنابراین آره، خب برای این پروژه بودجه هم لازم هست، لازم شده مثلا. برای این تصمیمه، یه همچین تصمیمه. هرچند که تصمیم کیک استارتر فقط بحث مالیش نیست. مهمتر از بحث مالیش دو تا چیزه. یکی اینکه شما ایده بازی تو تست کنی. خیلی وقتا شاید فکر کنی ایدت خیلی خوبه، ولی هیچ اتفاقی برای بازیت نیفته، مردم اون فکر رو نکنن. خب بنابراین یک، اینه که ایده بازیت رو تست کنی ببینی مردم خوششون میاد یا نه. دو، یه مقداری خبرسازی برای بازیت بکنی، یه مقداری پابلیسیتی میگن برای بازیت بکنی، که امروز به خصوص برای بازی ایندی خیلی مهمه. اگه شما لانچ میکنی و تا روز لانچ هیچ کی نشنیده، هیچ مقاله‌ای در مورد بازیت نبوده، هیچ خبری نبوده، سرچ کنن نمیاد، معلومه از این به بعد هیچ اتفاقی نمیفته. حتما قبل از عرضه باید اون خبرسازی ها رو کرده باشین، اون تلارسانی ها رو کرده باشین. برای یه جنبه دیگه یکی که استارتر اینه که این اتفاق برای پروژه بیفته، رسانه ها در موردش بنویسن، اون پابلیسیتیه. به چنل اینورس سابسکرایب کنید تا صدها ویدئوی آموزشی رایگان رو از دست ندید.